یادی از هنرمندان ایران. یه و تنظیم از آقای روح الله خالقی. آقا حسین قلی، استاد مشهور تار، شاگردان بسیاری داشت که در تربیت آنان کوشش کافی می نمود. مجلس درسش منظم بود و در تعلیم ساز هرچند نسبت به شاگردان کم مایه عصبانی می شد، ولی کمال دقت را به کار می برد که هنرجویان آهنگ ها را صحیح و درست و ردیف ها را به روشی مرتب و منظم بنوازند. در ردیف موسیقی سبکی مخصوص داشت که از روش برادرش میرزا عبدالله پرکارتر و در تنظیم آن ذوق بیشتری به کار رفته بود. وی همواره به شاگردان خود نصیحت میکرد که زیاد تمرین کنند و هر روز حتما چند ساعتی برای خود ساز بزنند، زیرا اگر یک روز از کار غافل شوند عقب می مانند و دست و پنجه آنها سست و تنبل می شود. حتی مبالغه را به جایی رسانیده بود که روزی موقعی که تار دستش بود و آن را برای آتش زدن سیگار به زمین گذاشت، هنگامی که دوباره ساز را برای نواختن به دست گرفت گفت: همین فاصله مختصر هم در عقب رفتن دست مؤثر است. از جمله شاگردان خوبی که داشت مرد محترمی بود به نام یحیی خان حاتمی، معروف به قوام الدوله‌ای. در آن زمان نواختن ساز برای طبقات ممتازه در انظار مردم خوشنما نبود و کسانی که در این هنر ذوق داشتن و موسیقی را فقط به خاطر خود فرا می گرفتن و قصد استفاده مادی نداشتن جز برای خود و دوستان محترم خیش نمی نواختن. و یحیی خان هم از آن جمله بود که علاقه بسیار به این هنر داشت و برای کسب فیض به محضر آقا حسین قلی راه یافت و در اثر استعداد ذاتی دیری نگذشت که از طرف استاد به عنوان خلیفه کلاس منصوب شد، یعنی در غیبت استاد کار معلمی را انجام می داد. وی حتی در خانه خود هم محرمانه ساز می زد، مبادا کسانش بفهمند و او را منع کنند. پس از فوت مرحوم میرزا حسین قلی، استاد دیگری را پیدا نکرد که معلومات خود را کامل تر نماید و همان شیوه ای را که از استاد خود فرا گرفته بود دنبال کرد و بنا به وصیت استاد تربیت فرزند کوچک آقا حسین قلی را به عهده گرفت
و رموز هنر را به عبدالحسین شهنازی که بعدها از نوازندگان نامی تار شد بیاموخت. متاسفانه از یحیی خان اثری باقی نمانده است، زیرا به واسطه عدم شرکت در مجالس که آن را دون شأن خود می دانست، حتی از ضبط صفحات موسیقی نیز خودداری کرد. تنها به واسطه ارادتی که به مرحوم ظهیرالدوله داشت، چند بار در جلسات اختصاصی انجمن اخوت با سایر نوازندگان اهل صفا شرکت کرده است. یادگار ارزنده یحیی خان حاتمی فرزند هنرمندش شاپور حاتمی است که شنوندگان رادیو گاه گاه نغمه دلنشین تارش را شنیدند. یحیی خان پسر خود را به عبدالحسین شهنازی سپرد که او را در نواختن تار تعلیم دهد و تربیت کند. شاپور حاتمی همواره از راهنمایی های هنرمندان شهنازی سپاسگزار است. یحیی خان در سال 1314 در سن 67 سالگی به درود زندگی گفت و اینک فرزند برومندش شاپور حاتمی نوازنده رادیو ایران چند نغمه‌ای به نام پدر هنرمند خود می نوازد که این برنامه را کامل کند. Thank you.
پایان برنامه یادی از هنرمندان ایران.